سوال آخرم هم در رابطه با عشق هست. میخواستم نسبت شما، نگاه شما رو نسبت به مقوله عشق بدونم در هنر. خب میگه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق آمد و آتش به همه عالم زد. واقعا ما در ادبیات گذشتمون راجع به عشق، عشق به آدم، عشق انسان به انسان، حالا من دیدم که خیلی از تفسیرها میاد و این عشق رو جور دیگه ایم. نه، عشق واقعا عشق آدم به آدمه، عشق دو موجود آدمی و انسانیه که میتونه سرشار بکنه هستی و زندگی رو. امیلیانو پاس فکر میکنم باشه اگر اشتباه نکنم، میگه وقتی دوتا آدم با عشق هم دیگر رو میبوسن جهان شادابتر میشه. خب این یه نوع نگاهه. یه نوع نگاه اونه که آقا بگیرین هر دوشون شلاق بزنید. اصولا حالا عشق، عشق انسان به انسان ابعاد مختلفی هم داره. ممکنه عشق فرزند باشه به مادر، مادر باشه به فرزند، پدر باشه به فرزند، عشق آدمی باشه به طبیعت، به هستی. در مجموع بدون عشق نمیشه زندگی کرد. زندگی بدون عشق همون جهنمیه که در اسطوره ها و داستان های و افسانه ها اومده. زندگی بدون عشق یک جهنمه و زندگی با عشق یعنی ورود به بهشت. به قول زندیات حسین منزوی یک بیتی داره، میگه عشق گاهی زندگی ساز است و گاهی زندگی سوز، تا پریزاد من از بحر کدامین خواهد آمد و... تا قسمت چی باشه. استاد حرف آخر رو میخواستم بفهمم، حرف آخر در این مصاحبه، اون چیزی که فکر میکنید لازمه گفته بشه. من از تمام دوستان و همکاران دیروز میخوام که فکر کنن چطور میتونیم جهان بهتری بسازیم، چه کسان و عواملی سد ساختن این جهان رو افشا بکنیم و چه کسان یا شخصیت هایی علاقمند و حامیان ساخت جهانی بهتر و مهربانتر. برای که جهان امروز بسیار خشن شده و در این راه گام بردارند. بسیار سپاسگزارم از لطف و محبت شما. ما حرفهای زیباتون و سخنانی که گفتید دور نمیشیم، اما لاجرم هر چیزی پایانی داره و هم به پایان رسید. بسیار از شما سپاسگزارم. از طرف تشکر میکنم از وجود ارزشمندتون که وقتتون رو برای این برنامه گذاشتید و از جانب خودم و بینندگان عزیز هم و دوستانی که این برنامه رو میبینن بعدها هر زمان از شما تشکر میکنم. لطف کردید، سپاسگزارم، ممنونم، خدا نگهدارتون.